Yeah. سلام بر مچو کانال دک خوشم به کانال خودتون من سعید جولا هستم میگم که کانال خودتون رو کانال تکنولوژی یه برنامه خفن خوف رایگان براتون داریم برنامه گذار از تحریم تو همه دستگاهی هم میتونی استفادهاش کنی پلی کامپیوتر مک آی او اس اندروید اوبونتو دیگه چی بهتون بگم ماینرا حتی همه جا میشه استفادهش کرد و تحریم ها رو دور زد فرقش با فیلتر شیکن چیه ببینید بچه ها این با VPN و VPS کاملا تفاوت داره چی چرا علتش اینه که اونا میتونن هر دو طرف تحریم رو دور بزنن یعنی سایت هایی که ایران رو تحریم کردن و سایت هایی که ایران اونا رو تحریم کرده هر دو تا رو اینا دور میزنن ولی گذر از تحریم نه فقط سایت هایی که ایران رو تحریم کردن رو میشه باز کرد مثل چی میخوام برم پابجی بزنم خب نمیشه دیگه ایران تحریمه اینو که زدی راحت میتونی بری پابجی بزنی بله به همین راحتی که بهت گفتم یا ماینرها تو فلان جا میخوام برن ماین کنن سایت ایرانو بسته میتونن با این بازش کنن تو اکثر موارد بچا کار میده بعضی وقتا هم کار نمیده قرار نیست دیگه همه چیزم هم راحت کار کنه کاملا باز بهتون میگم رایگان برید ادوان تستش کنید رو همه دستگاهی هم هست برید لذتش رو برید. برای رفیقاتم بفرست برنامه خوبیه بالاخره خیلی الان دردسر دارن دیگه از هر طرف میری یه جا ما رو تحریم کرده حداقل با این میشه اونا رو دور زد بریم Behind. <laughs> Why so? It's a comment, Tim Bruce, by Let's go. Bye -bye. خب <تصفح> دوستان بسم الله الرحمن الرحیم ویدیو امروزمون هم شروع میکنیم سایتی که امروز میخوایم بهتون معرفی کنیم بچه سایت شکن دات آیاره آدرسش رو براتون تو توضیحات ویدیو میذارم خب یه شکن چیه شکن میاد از طریق تغییر دی ان شما فیلتر رو براتون دور میزنه فیلتر رو که میگم منظورم سایت هایی که ایرانو تحریم کردن بعضی از جاها حتی شاید پینگ بهتری هم بهتون بده یه نکته خیلی جالبی که داره بچا سرعت اینترنت تقریبا میشه گفت اصلا تغییر نمیده یعنی اینجور نیست که مثل فیلتر شکن موقعی که زدی پینگت از مثلا 120 بره رو 500 نه مثلا 120 میره رو 130 ها همون 120 میمونه بعضی وقتا حتی کمتر هم میشه چون میاد شما رو از یه مسیر دیگه ای واسه میکنه خب چیکار کنیم تو سایتش که اومدید بچه‌ها ببینید اینجا تو قسمت راهنما برید خب اینجا آموزش همه رو آورده ایکس باکس وان 4 لینوکس مک او اس ویندوز آی او اس، همشون خیلی ساده انجام میشن اونایی که اندروید دارن بهتره که برن داخل مایکت یا بازار نرم افزاره شکن و دانلود کنن اینجا هم لینک استن. رو هر کدوم که بزنید میره داخل سایت خودش براتون اینجا میتونید راحت نصب بزنید و دانلودش کنید اونایی هم که ماینر دارن مستقیم میتونن حتی این آی پی آر رو, رو روی مدمشون بزنن ولی معلوم نیست که قطعا کار کنن یا نکنن خب چی کار باید بکنیم همونجور که گفتم تو قسمت راهنما میرید الان رو با هم دیگه میخوایم انجام بدیم برای این کار چیکار میکنید رو دکمه ویندوز میزنید اینجا میرید داخل کنترل پنل کنترل پنلتون که اومد بالا میرید داخل قسمت نتورک اینترنت اینترنت سمت چپ change adapter setting. خب روی اون کانکشنی که الان باهاش وصلید باید کلیک کنید ببینید الان اینا ضربه دارن یعنی من باشون وصل نیستم ولی با این وصلم دو تا کلیک روش میکنیم پروپرتیز میاین میرید روی پروتکل ورژن 4 دو تا کلیک میکنید خب اینجا که اومد اینجا ببینید روی یوز the فالووینگ دی ان آدرس کلیک میکنید تا این قسمت براتون باز بشه خب بعدش چی کار کنم خیلی ساده است هم میتونی کپی پیست کنی از رو سایت این آدرسایی که اینجا گذاشته رو خب میتونی تایپشون کنی خب ما تایپش میکنیم خیلی تنبل نیستیم آدرسش چیه بچا 178 22 122 100 خب رو دومیه چی بزنیم آدرس دومشو میزنیم 185 51 202 خب اینا رو که زدیم بعد چی کار میکنیم بعد اوکی میکنیم اوکی تمام شد رفت و همین سادگی که دیدید نکته ای که بهتون بگم بچا موقعی که اینا استفاده اش میکنید فیلتر شیکنتون رو قطع میکنی یعنی نمیتونی همزمان هم شکن رو استفاده کنی هم فیلتر رو استفاده کنی حداقل تو تستای ما که جواب نداده یعنی باید یکیشون استفاده کنید خب به همین ساده ای که دیدی مال ویندوزش انجام میشه رو اندروید هم خیلی ساده است میرید تو بخش ستینگ گوشیتون قسمت نتورک و اینترنت ادوانس پرایوت دی اینس. اینجا که رفتید تو قسمت پرایوت دی ان اس پرووایر هاست نیمتون بزنید فری دات چکن دات ای تموم شد همین سادگی یا اینکه همون نرم افزاری که همین اول بسم الله بهتون معرفی کردم و دانلود کنید آی او باید با گوشیشون برن داخل این صفحه تنظیمات کانفیگ و دانلودش کنن و نصبش کنن بعد برن توی قسمت جنرال وی پی و دی این اس دیوایس منیجر بعد روی دی این اس بزنن یکی از این دو گزینه دی این اس اچ تی تی پی اس یا دی این اس تی ال اس رو انتخاب کنید یه روش دیگه هم داره برای وای فای که اونم خیلی ساده است دیگه راحت خودتون میتونید اینجا کل مراحل بخونید لینوکس یا و پی اس 4 و ایکس باکس وان هم راحت میتونن برن نگاه کنن خب از کجا بفهمم چه سایتی رو باز میکنم ببین من الان تنظیمات تحریم رو براتون زدم خب رو کانکشن هم که دو تا کلیک کنم برم تو پروپرتیز آی پی وی 4 رو که باز کنم همونجوری که میبینید بعد بله شده خب اینجا دیگه من مطمئنم که سیفه. یه تست کنیم آقا بریم داخل سایت nvidia.com که همونجور که همتون میدونید ایرانو کاملا فیلتر کرده و ما نمیتونیم بازش کنیم خب همونجور که میبینید سایت راحت باز شد خب سوال حالا از کجا بفهمم اون چیزی که من میخوام استفاده کنم و پشتیبانی میکنه یا نه تو سایتش که اومدید بچا این پایین اگر بیاین یه قسمت داره بررسی یا گزارش تحریم خب شما آدرسی که میخوای اینجا وارد میکنی یا کپی پیستش میکنی بررسی کنو میزنی مثلا من میخوام ببینم پشتیبانی میکنه یا نه همونجور که میبینید نوش این سایت ایران رو تحریم کرده و شکن اونو پشتیبانی میکنه پس این کار میده مثل انویدیا این هم جواب میده ولی حالا یه سایت دیگر ما تست کنیم خب بذارید کوینکس هم تستش کنیم کوینکس و البته ایران تحریم کرده ببینید نوشه این سایت فیلتر شده و نمیتواند در شکن پشتیبانی شود پس چی سایت هایی که ایران رو تحریم کردن تقریبا 90 درصدشون این میتونه براتون رایگان باز کنه بهترین حالت برای گیمراست به نظر من برید راحت این کار را انجام بدید و باز با خیال راحت انجام بدید خب بچه اگه با ویدیو حال کردید لایک و بزنید سابسکرایب یادتون نره کامنت هم فراموش نشه دوستتون دارم تا ویدیو بعدی علی خدا گی